یوتیوب خوش اومدید به یک ویدیو دیگه با یاسی بی. سلام. خیلی هیجان. تو گفتی مثل پدرها باید خیلی جدی باشی. من که گفتم. نه. جمال پدر دختری باید خیلی جدی باشی. نه. خودت باش، شاد باش، با بچه یوتیوب سلام. سلام به بچه های یوتیوب. من گفتش که باید خیلی جدی باشی. من چرا دروغ داری میگی؟ الکی میگه. همیشه به من میگه باید خیلی جدی جواب یه جاهای باید جدی باشی. ادامه تنجایی که نباید جدی باشی یوتیوبه. خب یوتیوب ها سلام. خب بچه ها من بابامو آوردم. یه سری سوال آماده کردم. بهش هم نگفتم. ازش قرار بپرسم ببینم چقدر منو میشناسه بابا. کاش که میزه گذاشته بودی رو میز نگاه میکرد. نگاه نکردی؟ نه. الان رو میز بود ندیدی؟ نه من از اهل تقلب تو مدرسه هم نمیدیم. حالا تو نگاه میکردی که فرمه تو دو ثانیه که نمیتون یادت بیاد. به هر حال الان همونه دیگه. خب حالا چی هست؟ چند سوال راجع به خودم میپرسم که ببینم تو چقدر منو میشناسی. خیلی میشناسم. مطمئن باشی. ببین همه رو درست جواب بدم. 29 سال بزرگم کردی دیگه ببینم. 29 سالت میتونی تو 27 سالت. چرا الان؟ چه بابامو نشون چه تو یوتیوب خالی بند میشی؟ خب همین سوال اول بود دیگه. چند سالمه؟ بچه متولد 73 هم 29 سالمه. نمیدونم چرا دوست دارم منو پیشی کنم. دروغ نگو بس صادقانه پیشی کنم. اولین سوال اینه که کلمه یا جمله که خیلی استفاده میکنم حرف میزنم چیه؟ چه کلمه ای؟ مثلا یه جمله ای که خیلی اصطلاحی که خیلی استفاده میکنم وقتی حرف میزنم. بابا ساکت باش دارم حرف میزنم. نه اینو که خیلی استفاده نمی کنم. یه چیزی که زیاد مثلا اصطلاحی که زیاد ازش استفاده میکنم. بابا ساکت باش دارم حرف میزنم. چرا وقتی داری با موبایل حرف میزنی و اینا دارم میگی بابا ساکت باش دارم حرف. بخاطر که وقتی دارم با تلفن حرف میزنم یا حالا هر چی بابای من نمیدونم چرا تو نمیدونم گوشش سنگین شده چی شده گوشیش موبایلش ویدیوهایی که میبینه با صدای 200,000 میبینه یعنی بلند ویدیوهای اینستاگرام میبینه یا مثلا با پای تلفن صحبت میکنه بلند میکنه الو سلام نوید جان داد میزنه با دوستاش حرف میزنه من تمرکزم در خیره اولا که ویدیوها رو بلند میکنم که پیامهای پندآموز به طور غیر مستقیم به گوشش برسه بعد بخاطر بخشی پیام پندآموز از سه روز بلند کردی او 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 او, او, او. نه یه دیگه رو بگو گل من اذیت نکنی نه گل چشاشو تر نکنید بعد من پیام پندآموز اصلا گل من اذیت نکنید بلند بلند گوش میده نه لابلاش پیام پندآموز خب بگو ویدیوامون رفت یادم نمیاد چی میگی بیشترش همینه میگی بابا ساکت اصطلاحی که استفاده میکنم مثلا میگم مثلا فلان چیز شوخیه مثلا انقدر مثلا اینجا انقدر شلوغه شوخیه مثلا اینو خیلی جدیدن استفاده میکنم من متوجه نشدم خب این سوال الان چی شد نمره گرفته نه دیگه کم شد خب این سوال حالا شانس آوردی الان تو سفرین جریمه اینا ندارم جریمه نه خب شیرینی مورد علاقه شیرینی مورد علاقه یه شیرینی که روش اسم بگو خامه‌ای خب امتیاز اینم نمیگیری چینه مورد علاقه هم کرم بروله خیلی میشناسم مطمئن باشی ببین همه رو درست جواب شیرینی نیست یه اون دسر میگفتی دسر میدونستم نه علکی نگو علکی نه شیرینی همین مخواه نه دو تا منفی کرم بروله بچه اسم دوست صمیمی دسر چی؟ دوست صمیمی تارا شیدا این هم میشناسم شایلین هم نگو شایلین هم نگو شرمن خب بزرگترین ترس هم تو زندگی بزرگترین ترس تو زندگی ترس از بیپولی داری یه وقتی که پول تموم نشه همش میترسی که پول تموم شه همیشه ترس چیز دارم ترس هم ورشکسته شه آره ورشکسته میگه ورشکسته شه تا حالا مثلا تجربه نکردم ورشکسته که خدا رو شد نه ترس ورشکسته شدن من نمیدونم تو چجوری ممکنه ورشکسته بشی نه تو مثلا من ورشکسته آه ترسش نیمه نمیتونه من قدر داستانو میشنمه میترس ولی آره این هم یکی از ترسمه ولی خب بزرگتر نمره گرفتم ولی آره ولی ترسم از دست دادن عزیزامه از دست دادن از ورشکستگی آخه دیدم اگه اینو بگم مثلا از دست دادن عزیزان یعنی خود من بعد دیگه خود غمگین میشه دیگه حالا امتیاز اینو گرفت دست دادن کار مورد مثلا هابی کار مورد علاقه وقتی بیکارم چیه چیکار میکنم اینستاگرام یوتیوب تیک تاک
وقتی کوچولو بودم دلم میخواد بزرگ شدم چی کاره بشم؟ بزرگ شدی؟ بچه که بودم هر دفعه یه چیزی دلت میخواست، حالا یه چیزی میخواست نقاش بشی؟ نه هیچ وقت نقاش مثلا دلم نمیخواست بشم. دکتر میخواست؟ آره یه تایمی دکتر، یه تایمی دکتر. ولی بچه بودم یه چیز عجیب دلم میخواست بشم. از آن نظر؟ نه هیچ وقت آرزو هم بارد. خودت یادت نیست گفته بودی؟ نمیدونی؟ نه چی بود؟ آرزوش هم قصاب قصاب آن راست میگه قصاب هم دوست داشت آشنا قصابی بودم میرفتم توی گوشت فروشی مرده این گوشتها رو میبرید تق 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 من اینجور نگاه میکردم بعد بوی خوشم میمدد بوی قصاب و وقتی مامانم گوشت میخرید میآورد خونه مثلا تو فریزر که میخواست قسمت کنم میگفتم بده من گوشتها رو میگرفتم اینجوری میکردم قسمت میکردم برم با قصاب شم میتونستم نوست خیلی میشناسم مطمئن باشی ببین همه رو درست جواب بدم میتونستم مثلا یکی مثلا میگم رنگ مورد علاقه رنگ مورد علاقه تو چی هر چی رنگ سال معمولا مورد علاقه رنگ سال چی اصلا به رنگ سال اهمیت نمیدم من نمیدی رنگ مورد علاقه همه میدونن اینو همه میدونن آبی نه سبز خب نمیتونی همینجوری تست ت ت ت ت بگی تا یکیشو بگم آقا سبز آبی شبیه هم خب یک کدوم سبز مناسب خب آفرین سبز ببین امتیاز گرفت نوشیدنی مورد علاقه کوکا چه؟ کوکا میخوای دیگه زیرو اصلا زیرو متنفرم کوکای عادی دوست دارم زیرو متنفرم آب آب که میشینه از آب متنفرم از مزه آب بدم میام مزه نداره آب آره داره الان همه اینا رو من از تو میپرسم صبر کن آخرش نه دیگه نه دیگه نه نمیشه ردبول او راست میگه ردبول همش دیگه همه دیروز بهت گفتم من آره چه از چه چیزی خیلی عصبانی میشم تو زندگی پرپف پرپاپ هم نمی کنم همیشه دمر می خوام وقتی که با هم یه جا میریم بعد الکی میگه من باید گوشی بذارم صدا تو نشنوم من مسافرت با بابا یه گوشیای خریدم که میذارم تو گوشم اگه اون نبود که من بیچاره میشدم توی هتل بابا بعد به من میگه دیشب نصف شب گوشم خارید یه دقیقه اینو درآوردم دیدم داری خورپاپ میکنی دوباره گذاشتی رفته بودیم هتل مدیتیشن و اینا حالا نمیدونم اون ویدیو هتل قبل این ویدیو میبینین یا بعد این ویدیو در حال از هتل رفته بودیم که مال مثلا آرامش و مدیتیشن و این داستاناست بعد داشتم من آرامش خوابیدم دمرو داشتم مدیتیشن میکردیم با یه سری آدم یه جای آرام مدیتیت یهو گفت این یارو یوگاییه که مثلا میگفت چیکار کنین و اینا گفت بخوابین و در آرامش مدیتیت کنین یا من دیدم بغلم بابا نه یه زنه بین ما اون زنه شروع کرد خوروپوف کردن نه زنه خوروپوف کردن یک جایی که همه آرامش نه بعد مگه من یه زنه 200 کیلویی بین ما بود نفسش خوروپوف بود علکی میگه خودش بود بعد چطور پس وقتی گفت بلند شد بعد گفت پاشی بشینی تو هنوز خواب بودی ما پاشدیم یه سری حرکت یعنی بابا هنوز خوابیده بعد نگه من دیگه میتونم مدیتیت کنم کل آرامش صدای خورخور بابا وسط صدای نفس اون زنه بود بین ما یه زنی خواب بود نه دروغ میگه خودشو نه ولی این نیست از چی عصبانی میشم تو زندگی از یه وسط ویدیو یکی حرف بزنه مثلا نه یه ویدیو چرا دیگه مثلا داری یه ویدیو میگیری بعد من میگم یاسم هم که ای بابا ویدیو خراب شد همیشه این کارو میکنم از این به نظرم خیلی عصبانی میشه کلا زیاد عصبانی میشه زیاد عصبانی میشه آره نمیدونم چرا یاد من با عصبانی میشم که بابای تو هم نه اعصابم نباید بری تکرار نکنین مثلا یه سوال 200 بار یه چیز وقتی میگم بفهمین همون عصبانی نکنین من خودم عصبانی نکنین هزار تا چیز آرامش بشی یه دونه ویدیو داریم با بهزاد دیدین احتمالاً توی اینستاگرام توی همین یوتیوب بهزاد میگه یوسف خطیبی وقتی عصبانی میشه خیلی ترسناک میشه نمیدونم میترسه ازم راست میگه باید رو عصبانیت و خشمت کار کن شما بعد اعصاب منو خرد نکنین من باید رو تو آرامش ایجاد خواننده ایرانی مورد علاقه ابی آقای صدا کشوری که خیلی دوست دارم برم و تا حالا نرفتم آمریکا کدوم شهر لس آنجلس ایرانی الی آره سوال بعدی توی مدرسه کدوم درسم از همه بهتر بود کدوم درسم بدتر بود همه درساش بهتر بود همه درسات بهتر بود دیگه یکی از یکی بهتر معلمش میگفتش که
به من آقای دکتر این شبا نمیخوابه تو خونه؟ بعد میگفتم چرا شبا میخوابه؟ میگفت تمام طول مدت کلاس خوابه، از سنگ اول و دوم و سوم همش میخوابه. من اصلا نمیدونم تو چه جوری خوابیدی. بخورم بالش میبردم مدرسه، باورتون نمیشه یه بالشت کوچولو داشتم میشه که شبیه لبم بود، هم کلاسی هم یادشونه اینجوری میبردم. اوایل با جامدادی رو میذاشتم، بعد دیدم چه جامدادی بذارم زیر سرم، بالش میبردم. زنگ اول که میرسید معلم میومد بالش رو میذاشتم، میگفتم شب بخیر میخوابیدم. زنگ تفریح هم قبول شد، دانشگاه قبول شد. دانشگاه قبول شد اول شک کردم، گفتم مطمئن نیستم. دانشگاه قبول شد، سایتو چک کنم. آره زنگ زدم، دقیقا همون رشته همون دانشگاهی که میخواستم همونو قبول شدم. بعد زنگ زدم به بابا، گفتم بابا من قبول شدم، همون چیز انتخاب اولمو. اون گفت چک کردی اطلاعات خودت؟ میگم آره. گفت یه بار دیگه کارت ملی تو بذار شمارش چک کن. به خدا خودم قبول شدم. آره میخوابیدم همش. درسته که همه درسام بد بود، یکیش خیلی دیگه بد بود. نه همش خوب بود، من خوب بود. اونی که خیلی خیلی بدتره بود. بدتره؟ همش بد بود، ولی یکیش دیگه خیلی بد بود. دبیرستان یعنی؟ پدرم در اومد تا اصلا از دبیرستان بخوام پاسش کنم. دانشگاه قبول شد. حالا دانشگاه تو پایان آمد من میدونم که خیلی سخت بود. دانشگاه هم که اوکی بود و دوست داشتم. پایان آمد خیلی سخت. دانشگاه قبول شده بودم ولی هنوز دبیرستان قبول نشده بودم. دانشگاه رو قبول شده من دبیرستان تجدید می‌شدم یه درسو. چیو؟ من می‌خواستم برم دانشگاه، نمیتونستم برم چون که درس چیز مدرسه رو پاس نکرده بودم. بدبختی پاس کردم. آره. دیفرانسیل اینتگرال. انتگرال دیفرانسیل هاشو. منم که بلد نبودم بهش آموزش بدم. درس دکتری بلد بودم، درس دیفرانسیل ریاضی بلد نبودم. نمیدونیم به چه بدبختی پاس کردم. بله، خیلی با خوشبختی پاس. تو تقلب. همین. اصلا منو نمیشناسی. خیلی میشناسم، مطمئن باشی. ببین همه رو درست جواب. حالا بده همین سوالا رو من از تو کنم ببینم تو چقدر منو میشناسی. تو الان 29 سال بچه من بودی، ببینم چیه. کلمه‌ای که خیلی استفاده میکنم چیه؟ الان بهت میگم. میگی؟ نمیدونه. نمیدونه. من هم جواب دادم اون چطور؟ نه تو نصفشو جواب ندادی. کلمه‌ای که من خیلی استفاده میدونم. بی خودیه. فهمش یه چیزایی میگم چیز بی خودیه. بی خودیه. شیرینی مورد علاقه. درست گفتم یا نه؟ بله درست. شیرینی مورد علاقه. همه شیرینی هم. بله. ولی کدومو بیشتر از همه دوست دارم؟ اون شکلاتایی که توش پرتقال داره. آره خیلی خوشمزه. چقدر دخترم اصلا هر چیزی پرتقال کشمش داره توش خوشمزه. دوست صمیمی خیلی داری؟ نمیدونم صمیمی نوید اونم هست؟ یعنی این همه دوستای صمیمی من تو نمیدونی؟ نه هر روز با نوید حرف میزنی. خب دیگه نادر اونم هست؟ صمیمی انسان مگه چند تا تو زندگیش داره؟ اولش آقایی هست. آقایی کی؟ آقای بالا؟ بالا چیه؟ آقای علیدادی دیگه. آها. آره دیگه. آخه شریکه و دوست سر. شریک. از همه. راست میگه اقامه همه قدیمی تر و قدیمی تر. خب بزرگترین ترسم. ترسم. آها بزرگترین ترسم. بزرگترین ترسه. خطت خوب نیست. بزرگترین ترسه. سعی هیچی نمیترسه. کلا ریلکس. هیچی نمیترسه. فقط مثلا من یه بلای سرم. آره. این. اونم نمیترسی چون از من خیال راحته. بله هیچ بلایی نمیترسی. خودم مواجه. گاو مولد. چی؟ کار مورد علاقه. لازم هست خطت فکر کنم بدترین درس تو مدرسه بود. گاو مولد. نوشته گاو مواد اوق. چی؟ کار مورد علاقه هابی. هابی من چیه؟ هابی تو رقص. موزیک و دنس. موزیک میذاره میرقصه. همه دارم درست میگم؟ تقریبا یه خورده الان با تلقی اگه غلط گفتم. بزرگ شدم چه کاره میخوام بشم؟ از من بزرگ شدم بودم. مثلا دوست داشتم بزرگ شدم چه کاره بشم؟ نه الان من تو فکر میکنی من بزرگ شدم چه کاره میخوام بشم؟ دیگه شدی بزرگ شدم دیگه. نه ولی بچه بودی میخواستی بزرگ شی چه کاره بشی؟ آره دیگه میدونم فکر کنم. چی؟ اما دکتر همیشه دکتر از اول مست. خب آره چند وقت پیشش میگفت من اگه دکتر نمیشدم
دوست داشتم اوتو کشه. عاشق اوتو کردن ماما. تمام لباساشو من دارم. 20 لباس بهش بدی خیلی خوبه. آره. تو خونه خودم چون حوصله ندارم اوتو کنم همیشه شروع که لباسم، ولی الان مثلا اومدی مسافرت همه لباسام صاف. قشنگ اوتو میکنم. بعدم تازه میگه بعد اوتو کردی. اینقدر قشنگ اوتو کردم همیشه. خب رنگ مواد رنگ مورد علاقه. نداری. دی. یعنی چی؟ من نمیگی این رنگ رنگ خواسته. صورتی، نارنجی. قرمز. نزدیکه. بله، نوشیدنی مورد علاقه. قهوه، کافی. از چی عصبانی میشه؟ از هیچ. واقعا من تا حالا تو زندگیم عصبانیت بابامو ندیدم. چرا؟ سر کار. نه سر کار مثلا بعضی وقتا تو مثلا شرکت و اینا، آره، ولی عصبانی ندیدم هیچ وقت. الان حالا عصبانی میتونم خودم بگیرم. چرا پس من انقدر عصبانی میشم بابا من؟ آره تو به کی رفتی راست؟ چرا عصبانی میشم؟ خانواده عصبی نداریم کسی. عصبی نداریم. خواننده ایرانی مورد علاقه. میدونم. چیز؟ میدونم. چیز؟ چی؟ عباس قادری؟ خیلی. به جواد آره هر دوتاشون خیلی. آره. کشوری که خیلی دوست دارم برم. کشوری که خیلی دوست داری بری؟ جای خاصی نیست مثلا خیلی جاها رو. قطب شما. کشور قطب شما. ببینم درسم تو مدرسه خوب بود یا بد؟ تو که یادت نیست. نه ولی تعریف کردی. گفتی تو مدرسه درسم بد بود، بعدا تو دانشگاه خیلی درس خوندم. مثلا خودم. نه تو دانشگاه خوب بودم ولی تو مدرسه. ما خانوادگی تو مدرسه درس خوندم. دیر را میافتیم خانوادگی. خب به این نتیجه میرسیم که من شناختم از تو بیشتر. نه دروغ نگو. من خدای بچه شما بچه بگیم. شما آخرش امتیاز بدین. این زیر ببینین کی امتیاز بدین. نه واقعا من بهتر گفتم خدایی. حالا امتیاز میدم. شما سهر جریمه نداشتیم. بله شما سهر. بچه ها اگر که ویدیو رو دوست داشتین لایک سابسکرایب. خیلی مهمه. اونو بزنین. اینا دیگه اتون نره. اگه دوست داشتین دوباره بابامو اگه دوست داشتین من نیارم، یعنی من نیاری بازم بگی. اگه ویدیو قبلی من با بابام ندیدین، یه ویدیو قبلی هم داریم که ازش پرسیدم من چه کارهایی رو اجازه دارم انجام بدم چه کارهایی نه، تو چنلم هست، اونم ببینیم. باشه بچه، خدافظ. بوس به کلتون. خدافظ.